بیشتر گنجینه هایی که در صدر اسلام به دست تازیان افتاد از ایران بود، زیرا تمام گنج هایی که در چندین قرن در ایران جمع آوری شده بود یک جا به دست آنها افتاد، اما تازیان ارزش واقعی آنها را نمی دانستند. بدین جهت چون عمر ابن خطاب آنها را تقسیم کرد، مسلمانان آن را ارزان فروختند، چه بسا که یک نگین را به 5 درهم می فروختند، در صورتی که بهای واقعی آن 20,000 درهم بود. بعدها که عرب‌ها شهرنشین شدند، قیمت جواهرات را دانستند، چنان که هارون الرشید یک نگین یاقوت را به 40,000 دینار خرید و به کنیز مسیحی خود هدیه داد. یکی از تازیان پاره یاقوتی در غارت تیسفون یافت که ارزش و قیمت آن را نمی شناخت. کسی به او رسید که قیمت آن را می دانست، آن را از او به 1,000 درهم خرید. شخصی از این موضوع آگاه شد و گفت آن یاقوت را ارزان فروختی. گفت به خدا سوگند اگر می دانستم که بالاتر از 1,000 رقمی باشد، بهای آن را طلب می کردم. گروهی دیگر از تازیان شمشهایی از طلا یافتند. در میان لشکر ندا دادند که صفرا را به بیضا، زرد را به سفید که خریدار است، و گمان کردند که نقره از طلا گرانبهاتر است. عده دیگری از تازیان انباری پر از کافور یافتند، پنداشتند که نمک است. قدری از آن در دیگ ریختند، طعم تلخ شد و اثر نمک در آن پدید نیامد. شخصی این موضوع را فهمید و آن همه را به کرباس پاره‌ای که 2 درهم می‌ارزید خرید. سطح فرهنگ و تربیت سپاهیان عرب و حتی سرداران بزرگ ایشان چنان نازل بود که از درک ارزش اشیایی که با نهایت هنرمندی و چیره دستی ساخته شده بود و در تیسفون به دست آورده بودند ناتوان بودند، و در نتیجه آنها را بر اساس سوره مربوط به غنایم تقسیم کردند. یعنی ظروف زیبای نقره و طلا را که از لحاظ هنری بی بدیل بود ذوب کردند و به شمش مبدل ساختند، و پارچه های زیبای زربافت را قطع قطع کردند. در تاریخ همه تمدن‌های جهان به دشواری میتوان نمونه‌ای از اختلاف فرهنگی و مدنی میان بنیانگذاران یک امپراتوری با ملل و اقوام عضو آنان در حدی بارزتر از اختلافی یافت که میان فاتحان بی فرهنگ و ابتدایی امپراتوری عرب با ایرانیان شکست خورده ولی برخوردار از فرهنگی بسیار برتر و فراگیرتر وجود داشته است. در این راستا نه تنها در آثار محققان جهان غرب که در این مورد اتفاق نظر دارند، بلکه در آثار مورخان خود جهان اسلام نیز گواهی‌های فراوانی میتوان یافت. ابو موسی اشعری به عمر نوشت که نامه‌هایی که از تو به ما میرسد تاریخ ندارد. عمر با تعجب از همراهان پرسید که تاریخ نهادن چیست؟ یکی برخاست و گفت چیزی است که پارسیان کنند و نویسند در ماه فلان از سال فلان. عمر گفت چیزی نکو است. بعضی گفتند به تاریخ رومیان بنویسید. گفته شد که آنها از روزگار ذوالقرنین آغاز کنند و این دراز است. بعضی دیگر گفتند به تاریخ پارسیان بنویسید و در نهایت سال را از هجرت نبوی آغاز کردند، یعنی همان فرار شبانه محمد از مکه به مدینه، که شوربختانه تاریخ ما هم در حال حاضر همین است. باسوادان عرب که نوشتن می دانستند در صدر اسلام اینها بودند: علی ابن ابی طالب که سواد و خواندن و نوشتن را از سلمان فارسی آموخته بود، عمر ابن خطاب، طلحت ابن عبیدالله، عثمان ابن سعید، ابان ابن سعید، یزید ابن ابی سفیان، خاطب ابن عمر، علا ابن حضرمی، عبدالله ابن سعد، هویت ابن عبدالعزا، ابو سفیان ابن حرب و پسرش معاویه و جهیم ابن سلت.
در حجاز تنها 7 تا 12 تن سواد خواندن و نوشتن داشتند، چرا که سواد در جامعه عرب امری حقیر و بی‌ارزش به شمار می رفت و نویسندگی را تحقیر می کرد. و این روحیه حتی پس از اسلام نیز در میان پیشرفته ترین گروه های قریش رایج بود. آنچه به نظر آنان مقدس بود شمشیر بود و اسب، نه قلم. اگر یک نفر از اعراب به آموختن صرف و نحو زبان خود می پرداخت، عرب های دیگر او را سرزنش می کردند که کار موالی را در پیش گرفته است. حکایت کرده اند که روزی مردی قریشی به عربی برخورد که کتاب می خواند، بر او برآشفت و گفت: وای بر تو که همت خودت را پست کرده ای و به آداب بندگان روی آورده ای. حد تمدن تازیان را در دوره جاهلیت از همین جا میتوان شناخت که اصطلاحات و علوم و فنون مطلقاً در زبان تازیان وجود نداشت و از لغات سیاسی و حقوقی نیز عاری بود. در عوض برای آلت تناسلی مرد 1000 گونه اسم و لقب و کنیه داشتند، در حالی که برای مفهوم قلم یا کاغذ هیچ کلمه و لغتی نداشتند. و کلمه قلم نیز که در قرآن به کار رفته از کلمه کالاموس یونانی گرفته شده است. سروران نورسیده حتی در ابتدایی ترین ضوابط حکومتی خود از همان آغاز الزاماً به سراغ کسانی رفتند که در قاموس آنها موالی شمرده می شدند. در زمان خلافت عمر ابن خطاب، ابو هریره غنایمی را که از بحرین گرفته بود به همراه آورد. عمر از مقدار آن پرسید، گفت 500,000 درهم. عمر از این رقم به شگفت آمد و پرسید: خودت می فهمی که چه می گویی؟ گفت: آری، 5 بار 100,000. آنگاه عمر بر منبر برآمد و گفت: ایها الناس، مالی برای ما رسیده است از حساب بیرون. میخواهید آن را با پیمانه میانتان تقسیم کنم یا آنکه آن را شمار کنیم؟ مردی برخاست و گفت: ای امیرالمؤمنین، من خبر یافتم که این ایرانیان برای این کار دیوانی دارند، تو هم برای ما دیوانی بنیاد گذار. بیشتر دبیران خلافت در خراسان از مغان زرتشتی بودند و دفترهایشان به پارسی بود. شاهنشاهی ساسانی سرمشقی بود برای اداره کارها به گونه مطلوب و شایسته. دستگاه دیوان ساسانی را تازیان به طور کامل بیگمان با بعضی تعدیلات تقلید کردند، ولی اساساً دستگاه خلافت دنبال روی دستگاه دیوانی ساسانی بود. اعراب فاتح که برای اداره یک دولت بزرگ فاقد تجربه و ماموران کاردان بودند، ناگزیر نظامات و سنن سیاسی و اداری باستانی ایران را پذیرفتند و با احتیاجات خیش سازش دادند. نمونه بسیار گویایی از این تضاد فرهنگی را در واقعه معروف کتاب سوزی دوران جهانگشایی عرب میتوان یافت. گفتند که وقتی سعد ابن ابی وقاص بر مداین دست یافت، در آنجا کتاب‌های بسیار دید. نامه‌ای به عمر ابن خطاب نوشت و در باب این کتاب‌ها دستوری خواست. عمر در پاسخ نوشت که آن همه را به آب افکن که اگر آنچه در آن کتاب هاست سبب راهنمایی است، خداوند برای ما قرآن را فرستاده که از آنها راهنماتر است، و اگر در دل آن کتاب ها جز مایه گمراهی نیست، خداوند ما را از شر آنها در امان داشته است. از این سبب آن همه کتاب ها را در آب یا در آتش افکندند. در همین باره ابن خلدون، مورخ بسیار سرشناس دیگری از جهان اسلام، در کتاب خود در همین باره چنین نوشته است: عرب هرگاه هنگام فتوحات خود به کتبی دست می‌یافت، به سوختن و نابود کردن آنها مبادرت می‌ورزید، چنان که عمرو عاص هنگامی که مصر را فتح کرد به فرمان عمر ذخایر علمی آن را سوزاند، و در ایران نیز فاتحان عرب از نظایر این اعمال خودداری نکردند، چنان که سعد ابن ابی وقاص به فرمان خلیفه عمر خزانه های کتب ایران را از میان برد. شادروان عبدالحسین زرینکوب در کتاب معروف 2 قرن سکوت، پیش از آنکه سالها بعد در کتاب دیگرش کارنامه اسلام با زور و شکنجه حرفش را پس بگیرد، در همین باره نوشته بود:
درست است که این خبر در کتاب‌های کهن قرون اولیه اسلامی نیامده است و به همین جهت بعضی از محققان در صحت آن دچار تردید گشتند، اما مشکل میتوان تصور کرد که اعراب با کتاب‌های زرتشتیان رفتاری بهتر از این کرده باشند. در کتاب تاریخ تمدن اسلامی اثر معروف جورجی زیدان که تاکنون بیش از 30 بار در دنیای عرب به چاپ رسیده و ترجمه فارسی آن نیز در سال 1335 بهترین کتاب سال در ایران اعلام شده، مورخ معتبر مصری قرن گذشته 10 صفحه تمام از جلد سوم کتاب خود را به همین موضوع انهدام کتابخانه های ایران و مصر اختصاص داده است. اما چیزی که برای خود ما در این باره سوال برانگیز است، اصرار فراوانی است که روشنفکرانی از جامعه ایرانی خود ما در نفی این نوشته ابن خلدون، بزرگترین مورخ جهان عرب، و گاه با تعصبی بیش از خود نویسندگان عرب نشان می‌دهند و افرادی همچون مرتضی مطهری، علی شریعتی، عبدالکریم سروش و سید حسین نصر معتقدند که چنین کتاب سوزی هرگز صورت نگرفته و آنچه نیز در همین راستا به همین اندازه برای من سؤال برانگیز است این است که اگر واقعاً کتاب‌های ایرانیان در این حمله از میان نرفته باشند، آیا باید قبول کرد که در حالی که از تمدن‌های باستانی دیگر همچون تمدن‌های یونان و روم و چین و هند و مصر و یهود و تمدن‌های بین النهرین بدون استثناء کتاب‌ها و الواح و مدارک فراوانی باقی مانده‌اند که امروز در دسترس جهانیانند، ایران با همه تاریخ طولانی پیش از اسلامی خود و با داشتن تمدنی که آثار مختلف مذهبی، فکری، هنری، ادبی و معماری آن را از چین گرفته تا اسپانیا و مراکش و از کرانه‌های اقیانوس کبیر تا سواحل اقیانوس اطلس جلوه‌گر می‌توان یافت، آیا تنها تمدن باستانی جهان بوده که هیچ کتابی نداشته و به اصطلاح امروزی آیا از زیر بوته بیرون آمده است و تمام هویت مدنی و فرهنگی امپراتوری پهناوری که به گفته جیمز دارمستتر در طول چند قرن در مقام تلاقیگاه تمدن‌های بزرگ جهان همچون چین و هند و یونان و روم همه راه‌ها بدان ختم می‌شد، به چند ده کتابی که از پهلوی به عربی ترجمه شده محدود می شده است؟ شاید مطلوب باشد اگر علاقمندانی از جامعه روشنفکر ما که امکانات لازم را داشته باشند با ترتیب دادن یک سمینار بین المللی این موضوع حل نشده را توسط گروهی از پژوهندگان صلاحیت دار ایرانی و خارجی در معرض یک ارزیابی جامع بگذارند تا سرانجام به ابهامی که در این باره واقعاً وجود دارد یا اینکه تعمدن وجود دارد یا اینکه تعمدن به وجود آمده است پاسخی روشن داده شود.